پیام صلح گلوبودین حکمتیار را طالبان پاسخ رد خواهد داد. این مقام پیشین طالبان میگوید که دیدگاه پیوستن به صلح طالبان با آقای حکمتیار متفاوت است. حکمتیار صاحب در وقت بروند صلح پیوست که امریکایی ها در افغانستان وجود دارند. اما طالبان میگویند که زمان بیرون شدن آنان باید مشخص شود و پس از بیرون شدن آنان مذاکره میکنند. این از تفاوت آنان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روز گذشته جنگ کنونی افغانستان را نامقدس و برادرکشی دانست و از طالبان خواست که بروند صلح بپیوندند. اما آیا گذشته از طالبان یک جا شدن حکمتیار بروند صلح در تأمین امنیت این کشور اثرگذار خواهد بود؟ سخنرانی آقای حکمتیار اولین سخنرانیش هم شنیدم، حرفای بسیار خوبی بود و مژده بسیار خوب به خاطر تامین صلح و امنیت بود در افغانستان. ما انتظار زیر داریم که امی حرفا با عمل یک جای شود، با عمل یک جای شود و ثمرهش مردم افغانستان به چشم سر ببینه. رهبر حزب اسلامی افغانستان طرفدار حکومت متمرکز تواناست. او گفته است که برای ایجاد چنین حکومت بدون کدام امتیاز تلاش خواهد کرد. آقای حکمتیار نشرات شمار از رسانه ها را نیز مورد انتقاد قرار داده است. با این حال برخی از اعضای جامعه مدنی دیدگاه وی را تغییر ناپذیر می دانند. آمدن آقای حکمتیار هیچ سودی نخواهد داشت. تنها نکته مثبتی که یادم از آمدنش میتونیم بیان کنیم این هست که اما طالبای نکتای پوش و دریشی پوشی که در لباس عصری و امروزی در بطن حکومت و در بطن مردم و جامعه حضور دارند، اونا شناخته میشن، چون ما قبل از این نمیتونستیم بشناسیم کی طرفدار یا آقا است، چون همه خدا پنهان کرده بودن. برخی از باشندگان کابل چنین دیدگاهی دارند. دعا کنه که آمدن این رهبر اسلامی مفید باشد و در آوردن صلح و روند صلح مفید واقع شود و در افغانستان یک صلح سراسری برقرار شود که تا جوانا و مردم افغانستان بتوانند که در یک فضای امن و سلامی زندگی خود بسر ببرند. اما بسیاری ها به این باور هستند که عملی شدن پیشرت های صلح با حزب اسلامی افغانستان از سوی حکومت گره گشای صلح با طالبان خواهد بود. جلال میرزاد، آشنا صدا آمریکا، کابل.